بعد از کلیپ واقعیت‌های عجیب در بیضه مردان، خیلی از شما درخواست کردید که یه مقدار بدن زنان رو بهتر بشناسیم. امروز می‌خوایم نکات جالبی رو که در بدن زنان وجود داره مطالعه کنیم و تا حدودی با بدن مردان مقایسه کنیم. بزرگترین فرق بین زنان و مردان که مهمه و همه هم میدونن اینه که زنها میتونن یک انسان رو تو بدنشون رشد بدن و به دنیا بیارن. اما اینو که همه میدونستن، بریم سراغ نکاتی که نمیدونیم. اینو تو همه کشورهای دنیا میشه دید که عمر زنها طولانی تر از مردهاست. مثلا در آمریکا که آمارش هست، امید به زندگی برای مردها حد اکثر 76 ساله، اما زنها 81 سال. چند تا دلیل وجود داره که زنها چرا بیشتر از مردها عمر میکنن. فقط به خاطر این نیست که مردها در عمرشون خیلی بیشتر ریسک و خطر میکنن و زنها نمیکنن. یکی از دلایل مهمی که زن عمرش طولانی تره اینه که سیستم ایمنی بدن زنها قوی تر از مردهاست و با دشمنان خارجی بهتر مبارزه میکنه و عفونت رو خیلی بهتر از مردها از بین میبره. و دلیل اینم وجود هورمون استروژن در بدن زنانه. اگر یک زن و مرد با همدیگه تصادف کنن و عین همدیگه صدمه ببینن، خانوم خیلی زودتر از بیمارستان مرخص میشه، چون استروژنی که در بدنشه به تمام زخما و شکستگی ها مرهم میرسونه، یعنی باعث میشه که زودتر و زودتر خوب بشه. واقعا دلیل قطعیش مشخص نیست که آیا فقط استروژن باعث زود درمانی زنها میشه یا اینکه مسائل دیگه ای هم هست. خیلی دوست دارم بگن که زن و مرد هیچ فرقی با هم ندارن، ولی سخت در اشتباهن. بیشتر چیزهای زن و مرد با هم فرق میکنن، حتی مغز و طرز فکرشون. حافظه زنها در کل بهتر از مرد هاست، یعنی اگر یک عکسی رو بهشون نشون بدی، این عکس تو خاطرشون میمونه، ولی مردها کمتر اینو در خاطرشون نگه میدارن. زنها اسامی رو بهتر به یاد میارن و قیافه ها رو هم میتونن قشنگ به خاطرشون بسپرن. اگر یادتون باشه، معلم های زن بیشتر شاگردها رو با اسم صدا میکردن، اما مردها میخواستن کسی رو صدا کنن میگفتن پیرنابیه بیا پای تخته. یک آزمایشی انجام شده بین زن و مردها که جالبه. یک داستان رو برای زن و مردهای مختلف تعریف کردن و با سنسورها مانیتور شدن. دستگاه نشون داد که زنها با تمام مغزشون دارن گوش میدن، اما مردها نصف مغزشون یه جا دیگه و دارن فکر خودشون رو میکنن. اون صدا رو میشنون ولی تمرکز روش نمیکنن، مگر اینکه بخوان تمرکز کنن. اگر چند تا کار مختلف رو به یک زن و چند تا کار مختلف رو به یک مرد بدی، زنها میتونن بهتر کارها رو هماهنگ کنن و انجام بدن. اما مردی که روی یک کار تمرکز داره، اون کار رو از زنها بهتر انجام میده. اگر قراره یک زن و مرد با هم رقابت کنن، تو یک کار معمولاً مرد برنده میشه. اما یه چیز زنها خیلی بیشتر از مرد هاست و اونم حرف زدنه. آماری که وجود داره میگن زنها در طول روز 20,000 تا لغت از دهانشون میاد بیرون، اما مرد در طول روز فقط 7,000 تا لغت از دهنش میاد بیرون. گفتیم که مردها تو رقابت برنده میشن، اما در خیلی جا هم بازنده میشن، مثل ورزش ژیمناستیک که زنها در اون خیلی بهتر از مردان. و دلیلش هم مایچه های پر انعطاف‌تر زنهاست. آزمایش شده و متوجه شدن که چشم زنها رنگ‌های بیشتری رو از مردها می‌بینه، مخصوصاً در رنگ‌های قرمز و سبز. یعنی اگر یک مرد با یک خانم بره تو طبیعت، اون زیبایی که زن می‌بینه، مرد کمتر می‌بینه. چون در مورد چشم داریم حرف می‌زنیم، اینم بگیم که چشم زنها بیشتر گریه می‌کنه. آمار میگه که زنها 5.3 بار در ماه گریه میکنن، اما مردها 1.4 بار. دلیل گریه بیشتر در زنان اینه که اونها 60% بیشتر پرولاکتین در بدنشون وجود داره و یکی از کارهای پرولاکتین اینه که اشک رو کنترل میکنن. یک حسن دیگه بدن زنها اینه که مایچه هاشون کمتر میگیره، برای همینم تو ژیمناستیک خوب بودن.
اونها 75% کمتر مایچه‌هاشون از مردا میگیره و دانشمندان میگن دلیل این حالت زنان موقع زایمانه که مایچه‌هاشون بیشتر انعطاف داشته باشه. نخای زنها هم فنریت بیشتری از مردها داره، یعنی اون پایین که به کمر وصل میشه قوس بیشتری داره و همین باعث میشه که بدنش نرم‌تر باشه. اینم بدونید جالبه که پوست زنها 25% از پوست مردها نازک‌تره، برای همینم وقتی سنشون میره بالا بیشتر چروک میخورن. یکی دیگه از کارهای استروژن در بدن زنها اینه که یک دردکش طبیعی هم هست و این ثابت شده است، چون زنهایی که سطح استروژن بدنشون میاد پایین دردهای بیشتری رو تحمل میکنن. یک فرق خیلی جالب بین زن و مرد اینه که مردها درد زیاد رو نمیتونن فراموش کنن و اگر یک درد بدی رو بگیرن تا آخر عمر یادشونه، اما زنها درد رو زود فراموش میکنن و دلیلش هم زایمانه و زنها یادشون بره که چه دردی رو کشیدن. اگر زنها درد زایمان رو فراموش نکنن دیگه هیچ موقع بچه دار نمیشن. تمام این فرقهایی که برای شما گفتیم دلیل بیشترشون اینه که ساختار بدن زن بتونه زایمان کنه. وقتی یک دختر به دنیا میاد از همون نوزادی تمام تخمک‌های طول عمرش باهاشه، یعنی یک نوزاد دختر 6 تا 7 میلیون تخمک باهاشه و این دختر هرچی بزرگتر میشه تعداد اینها میاد پایین‌تر. این تخمک‌ها کم میشه کم میشه تا وقتی که دختر میرسه به سن بلوغ تعداد اونها به 400,000 تا میرسه، اما وقتی 18 سالش میشه اونها به 20,000 تا میرسن. تعداد اینها روز به روز میاد پایین‌تر تا زن میرسه به یائسگی. وقتی زن به یائسگی میرسه فقط 1,000 تا تخمک باقی میمونه. باید بدونید که یائسگی معمولاً بعد از 50 سالگی در زنها اتفاق میفته. اندازه طبیعی رحم زنان اندازه یک پرتقاله، اما وقتی حامله میشه و موقع زایمان میشه رحم اندازه یک هندوانه بزرگه. خوبه بدونید که رحم با واژن فرق داره و رحم بعد از واژن قرار گرفته. وقتی بچه تو شکم مادره، سرویکس یا دهنه رحم یک دیوار میکشه جلوی بچه که با محیط بیرون هیچ ارتباطی نداشته باشه. اما همون دهانه رحم در موقع زایمان 10 سانتیمتر باز میشه که بچه بیاد بیرون. در این موقع واژن هم همکاری میکنه و 3 برابر اندازه عادیش میشه که برای بچه جا باز بشه. معمولاً زنها در کل عمرشون 450 بار پریود میشن. پریود شدن برای بیشتر زنهای دنیا یک موزله. در کشورهای مثل هندوستان یا نقاط مختلف آفریقا نوار بهداشتی برای زنها وجود نداره، یا اگر وجود داره به قدری گرونه که نمیتونن بخرن. برای همین زنها خیلی بیماری‌های مختلف میگیرن، چون از هر چیزی برای جلوگیری از خونریزی استفاده میکنن. این موزل زنها تا قبل از قرن 20 جهانی بوده، چون نوار بهداشتی اختراع نشده بوده و زنها از هر چیزی که گیرشون میومد به جای نوار بهداشتی استفاده میکردن. یادتونه که بیزه های مردها چقدر حافظه داشت؟ ناسا رو میذاشت تو جیبش. زنها که بیزه ندارن انقدر حافظه داشته باشن، اما اونها کلیتورس دارن که 8,000 تا عصب بهش وصله و اون باعث میشه که اورگاسم زنها خیلی خیلی بالاتر از مردها باشه. اما آمار انستیتو کینزیک نشون میده که فقط 31-40% زنان دنیا به اورگاسم میرسن. یک چیز دیگه که در آخر باید بهتون بگم اینه که سینه های زنها همیشه اندازه هاشون با هم فرق میکنن و یکیشون بزرگتر از اون یکیه. هیچ دانشمند و پزشکی هم دلیل اینو نتونسته بفهمه. اگر بخوایم راجع به بدن زن و مرد صحبت کنیم ساعتها میتونیم حرف بزنیم. کلی نکات عجیب و جالب هست که تو یک برنامه نمیشه گنجون، پس باید منتظر باشیم که برنامه‌های بیشتری در این مورد بسازیم. نظر شما چیه؟ لطفاً نظر بدید.